های عزیزم، امیدوارم هر جای که هستین حالتون عالی باشه. امروز داریم میریم بازدید یک باخت تاریخی که من عکسش رو دیده بودم، خیلی قشنگ بود و خودم برای اولین بار دارم میام، گفتم که به اشتراک بذارم با هاتون. لطفاً تا آخر با من همراه باشید. دوستان اینجا تو مسیر که داشتم می اومدم این سقف‌های جالب رو دیدم که بافت قدیمی هستن و واقعا هم نمیدونم حالا چه استفاده می شدن، چی بوده اینجا، کسی هم نیست که بپرسم، ولی جالبه. حالا ما یه کوچه رو اشتباه اومدیم و بریم بگردیم دنبال کوچه بنفشه که خیلی کوچه زیبایی هست. تا آخر با من لطفا همراه باشین. Thank you.
سلام آقا، خسته نباش. کوچه بنفشه همینه؟ یه کوچه از بنفشه نمیدونی؟ مرسی. ها این ور؟ باشه مرسی. خب این آقا هم نمیدونست، بریم جلوتر بپرسه. کوچه بنفشه کدومه؟ کجا به تو آدرس دادم؟ سادات خوشرو 8 مگه این نیست؟ نه، این سادات خوشرو. مثل که دوباره هم اسخیبا اومده. من یه چند تا کوچه رو اشتباهی رفتم، بالاخره پرسجو کردم و پیدا کردم کوچه درست و کوچه سادات خوشرو 14. بریم با هم ببینیم که این کوچه به اندازه عکساش قشنگ هست. بالاخره پیداش کرد، کوچه سادات خوشرو 14. این منطقه جزو بافت قدیمی شهر محسوب میشه چون نزدیک بازار قدیم هم هست، همون در واقع بازار گنجعلی خان و میدون گنجعلی خان. اینا رسیدیم. این جایی که دارم میرم یه کوچه بافت قدیمی هست و توسط همون ساکنین اونجا در واقع گلکاری شده و خیلی فضای قشنگی رو درست کردن. فکر میکنم باید این باشه. آه، پیداش کردیم بچه ها. خیلی جای بامزه و دنجیه. پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو با من همراه باشین. ببینین درهای قدیمی، کاهگل کلن. خیلی خوشگله، حتی از عکساش هم خوشگل‌تره. کاش من میتونستم بوی این گلا رو منتقل کنم بهت. خیلی بوی خوبی میاد.
خب دوستای عزیزم، امیدوارم که تا اینجای ویدیو رو دوست داشته باشین. تا الان با هم دیگه کوچه بنفشه رو دیدیم که پشت سر من اون قسمت هست و اینکه به همت ساکنین اینجا گلکاری شده و داخل این کوچه یک اقامتگاه بومگردی هست که فضای سنتی خوب داره و در واقع قدمتش برمیگرده به دوره قاجار. پیشنهاد میکنم توی ویدئوهای بعد همراه من باشین تا من این اقامتگاه بومگردی رو هم نشونتون بدم. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین.